سلام، محمد دوستای زومیتی. تنها یک روز بعد از رویداد آنپکت اومدیم تا یه نگاه نزدیک داشته باشیم به گلکسی نوت 20 اولترا و گلکسی نوت 20. با من این ویدیو رو همراه باشید. شاکله طراحی گلکسی نوت 20 و نوت 20 اولترا تفاوت فاحشی با هم نداره. گلکسی نوت 20 از نمایشگر 6.7 اینچی مسطح و پنل 2400x1080 پیکسلی سوپر امولد بهره برده، اما مدل اولترا از نمایشگر 6.9 اینچی خمیده با وضوح 3088x1440 پیکسل داینامیک امولد 2X استفاده میکنه. قلب تپنده محصولات جدید سامسونگ تفاوتی با همدیگه نداره و بسته به بازار هدف از یکی از دو پردازنده های اکسینوس 990 یا اسنپدراگون 865 پلاس استفاده میشه. برای بازارهای جهانی از جمله ایران شاهد نسخه اکسینوس خواهیم بود. همونجوری که بهتون اشاره کردن، گلکسی نوت 20 و گلکسی نوت 20 اولترا دو تا دستگاهی بودن که دیشب تو مراسم سامسونگ رونمایی شدن. خب من خب در مورد تجربه اولیه بهتون بگم. تجربه اولیه گلکسی نوت 20 یه تجربه خیلی باحال بود و اتفاقاتی روی این دستگاه افتاده واقعا میتونه تجربه شما اثر مثبت بذاره. من اولین اتفاق خیلی خوبی که دیدم این جنس بدنه است که رفته به سمت مات بودن، که خب واقعا حس و حال بهتری داره و خب کثیفم نمیشه، آدم اولا خیالش راحته. دومین قسمت نمایش به این چیدمان جدید دوربین که چیدمانش هم بروزتر شده و هم به نظر من یکم حالت استخونی بهتری داره، یکم خیلی اسپورت‌تره به نظر من، و با توجه به حالا یکم ممکنه برآمدگیش بیرون باشه، یعنی برآمدگی زیاد باشه، شاید برای خیلی خوب نباشه، ولی به نظر من تو همین چند دقیقه که داشتم ازش کار می‌کردم تجربه خوبی بود و زیاد اذیتم نکرد. هرچند که من فکر کنم اگه شما یه قابم بذارید عملاً دیگه تجربهش کاملا براتون بهتر میشه. دوم قسمت این تراش خوردگی کنارشه که جنس بدنه داره نشون میده، اون حس پریمیوم رو کاملا به شما القا میکنه. جنس بدنه به مراتب بهتر شده و اسپلم که رفته سمت چپ دستگاه، به این ترتیب ما میتونیم بیرون بیاریم و ازش استفاده بکنیم. قسمت مهم ماجرا همین اسپنه که تقریبا به 9 میلی ثانیه کاهش پیدا کرده و ما تجربه خیلی بهتری از نوشتن روی گلکسی نوت میتونیم داشته باشیم. دوربین دستگاه دوربینی که ارتقای زیادی داشته و حالا تو تصاویری که اولیه ما داشتیم ازش میگرفتیم، چه تو زمینه تصویربرداری چه تو زمینه فیلمبرداری، کاملا اون بهبود رو داره میبینیم. البته یه سری از قابلیت‌ها نرم افزاریه، مثل که ما میتونیم یه زوم خیلی نرم‌تری داشته باشیم که اون قراره به بقیه دستگاه اضافه بشه، و در هر صورت با توجه به دستگاه لبای خمیده و این یک دستگاه کاملا برازنده سری نوت و اون پرچم‌دار واقعیه، اما خود دستگاه یعنی گلکسی نوت 20 یه دستگاهیه که از نوت 20 اولترا یه لول یکم پایین‌تر محسوب میشه و چند تا چیز کاملا تو دستگاه متفاوته. قسمت اولش پلی‌کربوناتشه که البته پلی‌کربونات ماتیه. درسته که در یک ظاهر کلی خیلی شبیه هم دیگن، اما جنس‌ها کاملا متفاوته و شما این تغییر جنس رو عملا احساس میکنید، اما تجربهش بد نبود، بگینگی بد نبود. قسمت دوربینشه که شما دارید میبینید برآمدگیش به مراتب کمتره، اون حالت پریسکوپی رو نداره و چیدمانش هم یه چیدمان منحصر به فردیه. چیدمانش کاملا خیلی به نظر من جالبه، با توجه به رنگی هم که حالا ما اینجا داشتیم جالبه. کنارهای دستگاه همون تراش خوردگی رو داره که این تراش خوردگی خیلی حس جالبی به شما میده و درسته که یه لول پایین تره، ولی خیلی هم به شما القا نمیکنه که ممکن این دستگاه ارزون قیمت تر باشه. اما مهمترین تفاوت این دو دستگاه از نظر ظاهر قسمت صفحه نمایششه که این کامل صفحه نمایش تخته و دیگه اون انحرار رو نداره که ما رو نوت 20 اولترا انحرار داشتیم. اما به صورت کلی سخت افزار دستگاه الان شده حافظه ذخیره سازی شده UFS 3.1. خب این خیلی تاثیر داره رو سرعت دستگاه. جدای از عملکرد پردازنده و اینا، به شدت رابطه کاربری سریعه. ما از وانیوهای 2.5 داریم تو این، یعنی اینجا استفاده شده. با توجه به اینکه ما از نسخه وانیوهای 2.5 داره اینجا استفاده میشه، اگر من بخوام اونم نشون بدم، قسمت about phone سافتور اینفورمیشن وانیوهای 2.5 ما داریم که باز کردن اپلیکیشن ها، سویچ بین اپلیکیشن مختلف و اون مولتی تاسکینگ عملا سرعت خیلی خوبی داره و مولتی تاسکینگ تجربه فوق العاده روی این دو تا دستگاه به من القا کرد.
گلکسی نوت 20 با رم 8 گیگابایتی و حافظه 128 یا 256 گیگابایتی در نسخه 5G روانه بازار میشه. گلکسی نوت 20 اولترا در تمام نسخه های 5G رم 12 گیگابایتی داره. برای هر دو دستگاه نسخه 4G هم در نظر گرفته شده که تو میزان رم یه تفاوت جزئی داره.